سلام او وخت مو په خیر. سولې ته راغلاس د طالب زندانیانو خوشې کول یو ځل بیا ځنډیدل دي. ټاکل شوی و چې د طالب زندانیانو خوشې کول د سې شنبې په ورځ پیل شي، خو د ملي امنیت شورا ویلي چې سبب د طالب زندانیانو خوشې کول پیل نه شي. ملي امنیت شورا وایي چې په دې هکله ډیرو تخنیکي خبرو ته اړتیا ده چې لپاره به یې یو طالب پلاوی کابل ته راشي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر آریانا نیوز ویلي چې له سره صلیب سره د افغان حکومت د همغږۍ د نشتوالي له کبله بګرام زندان ته د دوی د پلاوي سفر ځنډیدلې دی. سولې نن شپې خپرونه کې پر همدې موضوعاتو باندې بحث لرو. ریپورټګر وروسته بیا بحث ته دوام ورکوو. د افغان حکومت او طالبانو د زندانیانو تخنیکي ډلو په خپله دویمه ویډیوي غونډه کې پر دې سلا کړې وه چې د سه شنبې له ورځې به د زندانیانو د خوشې کولو بهیر پیلوي. خو د ملي امنیت شورا خبر ورکړی چې د طالب زندانیانو خوشې کول به د سه شنبې په ورځ پیل نه شي. د ملي امنیت شورا وایي چې په دې هکله لا هم ډیرو تخنیکي خبرو ته اړتیا ده چې دواړه خواوې یې باید ترسره کړي. در ویدیو کنفرانس دیروز توافق شد تا طالبان تیم تخنیکیشان به کمک ICRC و میزبانی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به کابل بفرستند تا اینجا بحثای بیشتر رودروی تخنیکی با دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای رهایی زندانیان داشته باشند. ټاکل شوی وه چې د طالبانو یوه تخنیکي ډله د سره صلیب په الوتکه کې بګرام ته ولېږدول شي، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې دا چاره له سره صلیب سره د افغان حکومت د همغږۍ د نشتوالي له کبله وځنډېده. د دغه دفتر مسؤلین ټینګار کوي چې د سه شنبې په ورځ باید د زندانیانو خوشې کول پیل شي. ډېر احتمال شته چې معلومات تایید ته راتګ وشي، ځکه سبا دغه ورځ چې دوی ټاکلې وه چې بندیانو دغه خلاصون به شروع کېږي یا تبادله به شروع کېږي هغه ورځ ده. د افغانانو د خپلمنځي خبرو پیلیدل د دواړو خواوو د زندانیانو له خوشې کېدو سره تړلی بلل کېږي. طالبان هم مني چې اوربند به د افغاني خبرو مهمه موضوع وي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوی بیا وایي چې تر اوسه له طالبانو سره د خبرو اجنډا نه ده روښانه شوې. هیئت مذاکره کننده صلح تا حال اجنډا را تسلیم نشدن. قرار هست که اجنډای صحبت و گفتگو با طالب ها از طریق شورای عالی مصالحه ترتیب شوه. طالبان وایي چې مخکې ټاکل شوی وه لس کسیزه تخنیکي ډله کابل ته ولیږي، خو اوس یې پریکړه کړې چې یوازې درې کسان به د زندانیانو د خوشې کولو د زمینې برابرولو لپاره بګرام ته واستوي. قدرمن ولیدونکو، ریپورټ مو ولید. لکه څنګه چې د طالب زندانیانو خوشې کول یو ځل بیا ځنډیدلې دي، تر څنګ یې د حکومت مرکچي پلاوی چې هم ټاکل شوی دی او لست خپور شو طالبانو ممانعت ښودلې دي، ویلي چې له ده سره خبرتیا نه حاضرېږي. پر همدغو موضوعاتو باندې بحث لرو. له کابل څخه د سکایپ له لارې د طالبانو د واکمنۍ لوی څارنوال مولانا جلال الدین شینواري او همدارنګه د سویس څخه د رهبرۍ څانګې پروفیسور جاوید سنګل سنګدل را سره د سکایپ له لارې دي چې له دوی سره به پسته دوام ورکړو. سړي مشي او ښه راغلاست ښاغلی شینواري. بحث به له تاسې څخه پیل کړو. آیا عدم هماهنګي د دې باعث شوه چې د طالبانو هیئت کابل ته رانشي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او جناب سنګدل صاحب ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا تقریبا څو ورځې مخکې قرار په دې و چې تخنیکي هیئت د بندیانو د کمیسیون به کابل ته رارسېږي، خو څه مشکلات رامنځته شول. اوس هم څه مشکلات رامنځته شول، دا راتګ کابل ته وځنډېده. اما سم کسه بندیان خو د شورا امنیت ویاندانو چې خبره کوله د حکومت د 8-9 سل نفره خوشې کېږي، او دا یې د حسنیت په بنا ښوده، او دا یې په دې بنا ښوده چې دا کرونا ویروس یو تهدید دی، او د حسنیت په بنا دا سل کسه خوشې کېږي. نو باید دا سل کسه خوشې شوي وای د سې شنبې په ورځ باندې. نه پوهېږم چې د حکومت په حسنیت کې تغییر راغی او که د کرونا ویروس تهدید ختم شو، په دې باندې نو دقیق تر معلومات نه لرم. پس څه فکر کوئ چې دغه زندانیان به بالاخره څه وخت خوشې کېږي یا خوشې بشي؟ تاسو دې نه چې د امارت اسلامي د بندیانو د کمیسیون هیئت کابل ته راورسېږي، نو هغوی به بګرام ته لاړ شي، هغلته به هغه نومونه چې دي تطبیق به شي، کوم لیست چې دی، او پس دغه نه به دا سلسله انشاءالله شروع شي. دا چې بیا څومره وخت نیسي هغه به وروسته ثابته شي.
خاغلی شینواری دغه لست چې طالبان ورکړي او هغه څه چې د طالبانو غوښتنه ده چې په یو وار د 15,000 طالب زندانیان ټول خوشي هماغه به تطبیق کیږي او یا اجرا کیږي او کنه هغه څه چې حکومت ویلي وو د ورځې یا په اونۍ کې سل بندیان هماغه 15,000 بندیان به خوشي کیږي خو که لیک صراحت لري په دې خبره کوم خو که لیک چې د امارات اسلامي د هیئت د ملا برادر په مشرۍ او د امریکایانو او د هیئت د خلیجزاد په مشرۍ انځار شوی دی د ټولو ناظرینو په مخ کې او هغه خوښه لیک شورا امنیت هم تایید کړه د ملل متحد د نظر نه او د ټولو منطقې د لویو هیوادونو سره یې کاپیدارې موجودې دي په همغه عبارات او په همغه حقوقي ماهیت سره د ټولو سره شر نه وي سره نو هماغه به تطبیقېږي دا چې څو ورځې نیسي دقیقا په دې کې څه نشو ویلی اما صراحت دا خبره ده که یو نفر هم پکې پاتې شو نو بین الافغاني مذاکرات او شروع به ټینګلي یعنی هغه توافق چې طالبان ول امریکا سره کړی دی حکومت ملزم دی چې باید اجرا کړي نو امریکایانو نه باید دا پوښتنه وشي چې افغانستان حکومت ملزم دی څه را دی او ما سره خبره کوي او دا په اجنډا کې نیسي او بحث کوي او د ټول نړۍ د ناظرینو په مخ کې ما سره انځا کوي او بیا د شورا یې نه تایید تر لاسه کیږي نو د امریکایان دی وایي چې حکومت ملزم دی کنه خاغلی شینوری په دغه لست کې کوم کسان شامل دي دې کې اکثرا هغه کسان شامل دي چې افغاني اصالت لري طالبان دي د دې مملکت د مور بچای دي د دې مملکت د پلار بچای دي همدون ته پیدا شوی همدون ته لوی شوی دی او سوچ افغان دی مسلمان دی بیا ډېری اندېښنې په دې دي چې ګواکې د طالب بندي د تر نوم لاندې به پاکستانی طالبان خوشی کیږي په دې اړه څه وایي نو دا لست خو مخکې امریکایانو ته سپارل شوی او امریکایانو غالبان لکه خپله جناب خلیلزاد صاحب د زغراتو نه داسې معلومیږي چې دا لست یې د افغانستان د حکومت سره هم شریک کړی نو دا هغه وخت و هر شی په خپل وخت کې او په خپل زمان کې به یې ورباندې بحث وشي په همغه وخت کې باید حکومت هم خپل اعتراضات درلودلی خلیلزاد صاحب ته یې رسمن دا اعتراض ورکړی وی چې په دې کې دغه دغه نمونه د خارجي اتباع دي او خلیلزاد صاحب باید د طالبانو سره شریک کړی وی نو اوس خو په کلي کې انځار شوي نو اوس پس د وخت نه خبرې دي چې نتیجه نه ورکړي یعنی بین الافغاني مذاکرات هم همدغه 15,000 طالب بندیانو خوشی کېدو پورې تړلې دي تر هغه چې خوشی نشي لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه که چېرې یو نفر یې هم خوشی نشي بین الافغاني مذاکرات نه پیل کیږي همداسې ده او نو دا خو زما خبره نه ده دا د موافقت نامې د مفاد صراحت دی چې اول قدمه به 15,000 بندیان خوشی کیږي دومه قدمه به بین الافغاني مذاکرات وي نو قدمه په قدمه به کومک ځو پټکو پټکو به هم تخلیږي ډیر مننه شینوار صاحب بیا بیرته تاسو ته درګرځو آقای ځنډیدل تاخیر رهایی زندانیان چی پیام را میرسانه بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و به جناب شینواری صاحب و بیننده های تلویزیون تعهدی که بین امریکایی ها و طالبان صورت گرفته برای رهایی طالبان طالب ها طرف خود امریکایی ها را میدانه و کدام نگرانی ندارن در مقابل دولت یا حکومت وحدت ملی و چیزی که تفاهم بین طالب ها و امریکایی ها شده امریکایی ها به خاطر منافع کشور خود و برای منافع شهرت خود که شهرت خود از دست ندن به هر رقم که شوه این زمینه رو مساعد می سازه که تمام بندی های طالب ها آزاد شوه و فکر نمی کنم که این در پروسه صلح بتانه مستقیم گفتگو را با حکومت افغانستان و طالب ها مساعد بسازه آقای ځنډیدل آیا دادن تضمین به بازنگردن این زندانیان به خطوط جنگ نمیتونه دلیل باشه به عدم رهایی این زندانیان در حال حاضر البته؟ نه اینا میکانیزم هایی است که حکومت صلح نمیخواد و همیشه چیز کدام تضمین چی تضمین بتن مثلا تضمین وقت راه شده با بین امریکایی ها و طالب ها و زمانی که ما نمیخواییم به مقصد برسیم بعض اوقات یا زمان کشی میکنیم و یا بعض معادله ها را پیشان میکنیم که او قابل تطبیق نیست شما چی نوع تصمیم میگیرید یا کسی که بندی شاید او یک نان خوردن خدا مطالب نداشته باشه ما از او چی تصمیم میگیریم یا
یعنی تعهد تضمین یا مسائل وجود نداره. تعهد بین امریکایی ها و طالبان صورت گرفته و به هر رقمی که شود به تعهدات خود امریکایی ها به خاطر ثبات سیاسی و اقتصادی کشور خود این زمینه رو مساعد می‌سازه و بدون اینکه یه حرفای تعهد باشه یا تضمین باشه طالب ها به مرور زمان شاید راهشن. آقای ځنډیدل، شورای امنیت زمانی که نه تایید میکنه و نه رد، چی پیامی را فکر میکنید که یا چی هدفی را دنبال میکنه؟ کیا رد نمیکنه ببخشید؟ شورای امنیت. خب ببینید مشکلی است که کار شورای امنیت نیست که کار انجام بده. پروسه شورای پروسه ملی است. پروسه است که کسان در یه عرصه بیاین نظر بتن، مشوره بتن و تصاویر بگیرن که توانمندی های امی پروسه های بزرگ ملی داشته باشند. پروسه امنی خود امنی شورای امنیت ملی افغانستان ما فکر میکنم که چون رابطه نزدیک با حکومت دارم و اونا حرف حکومت میگن و حرف ملت و خواست ملت که سال است و حرف نیست، فقط به اون لحاظ به خاطر از اینکه در خود مراسم تعلیف دکتر اشرف غنی امریکایی ها اشتراک کرده بودن و اینا خواستن که این فکر کردن که تاییدی است. بعد از این که دیدن که امریکایی ها نه تاییدی میتن و رد میکنن نه رد میکنن، بنان اینا را کمک نگران ساختن که پس با اموز تعهدی که به شما کرده بودیم که ما زندانی های طالبان را میکنیم و در زم مرچ وصول میکنیم چیزی که ما وصول نکردیم، حال بعض امو بانجوی های میکنیم که زمان کشی باشه و حکومت از اونها ادامه پیدا کنن. یعنی به نظر شما رهایی این 5000 زندانی طالب آغاز گفتگوهای بین الافغانی خواهد بود؟ خود زمان کشی میکنه. ببینین مثل که شنواری سال گفتن امی بعض طالب ها که هستن به هر دلیلی که به هر طرف رفتن او را من نمیخوام سر صحبت کنم، طالب هایی که افغان هستن فرزندان امی سرزمین دستن، بنان اگر تاریخ مطالعه کنیم در تاریخ ما کار نکردیم که فرزندان خود از خود دور کردیم. شما ببینید مثلا مثل طالب بیش از چقدر جوان افغان در خود مبتلای مواد مخدر شده، اینا هم فرزندان این کشور هست. به این معنی نیست که ما را بکشیم بگویم بیا نا مواد مخدر استفاده میکنن. بران در اینجا کسانی که قلم در دست دارن، توانمندی دارن، کار خانگی خود نکردن که ملت ازشون فاصله گرفته. وقتی که ملت فاصله میگیره کس استفاده میکنن. بران مشکلی نیست که اونا رهاشن یا نشون و ما متعقل هستم که امریکایی ها شاید فشارات را بیاره با در حکومت افغانستان و شاید یک دم نه به مرور زمان شاید این زندانیان طالبان ارها بکنن و این تعهد کردن یا امضا شده تعهدات بود در یعنی رهایی زندانیان طالب که در توافقنامه امریکا با طالبان بود حکومت افغانستان ملزم به اجرا کردن آن است؟ طرف حکومت نیست، طرف امریکایی ها است و به مو خاطر است که گاهی جدی میشن، گاهی وساب نرم میشن، گاهی وساب یک چیز میگن، یک دیدگاه مشخص و واضح نیست و این خودش امو مشروعیت دولت هم زیر سوال میبرد که گپ در کجا هست. حال آقای ځنډیدل، اگر این وضعیت ادامه یابد چی وضعیت بر جبهات جنگ خواهد داشت؟ خب ما تو احساس میکنم این تحلیل ما است، شاید ما درست تحلیل نکنم، تفاهم شده بین امریکایی ها و طالب ها که قدرت سیاسی آینده به دست طالب ها می باشد. به خاطر اینکه یک گروه یک نهاد یک گروه کلانه که 18 یا 20 سال می جنگه او تنها به این خاطر نمی جنگه که امریکایی ها خارجا براین و بعد موقع اونا گپ تمام شد، نه اونا می خواهن اقتدار سیاسی داشته باشند و ایدئولوژی سیاسی خود را در افغانستان تطبیق بکنند. بنابراین در این سونه مذاکره که حکومت وحدت ملی است یا دولت افغانستان است، اینا نگرانی صلح نیستند، نگرانی قدرت هستند که در آینده قدرت سیاسی اونا در کجا قرار میگیرند. بنابراین بر از اونها بهترین شیوه یعنی جنگ بر سر قدرت است، درست؟ خب ببینید مشکل اساسی افغانستان 50 سال میشه جنگ سر قدرت است. یعنی احتمال داره که امریکا میخواد طالب به قدرت برسونه؟ به نظر من منیس یک استاد رهبریت، ما بیش از 128 کشور روی دنیا، کشورهای رو به ترقی و اکثر کشورها سفر کردیم، کشورهای رو به ترقی استقلالات سیاسی خود هیچ وقت نداشته، استقلالات اقتصادی خود هیچ وقت نداشته، یک فشار که امریکا بیاید 13 و 14 ولایت ما میتونه سقوط بکنه، متوجه هستین؟ بنان من فکر میکنم که تفاهم بین امریکایی ها و طالبان صورت گرفته و در مدت 6-8 ماه مکسیموم 9 ماه قدرت سیاسی افغانستان به نظر من انتقال میکنه به دست رهبری طالب ها. این چرا میشه؟ چرا باشه؟ به خاطر از اینکه طالب ها
امو جنگ کساکر امریکایی ها من قابل دایش میکرد، طالب ها باوده میگیرم. به جای از اینکه سرباز امریکایی کشته شد، طالب کشته میشه. به جای اینکه میلیاردها دلار مصرف شد، طالب ها کمتر از امریکایی ها کمتر مصرف میشه پولشان. بنام در اینجا در مقابل به طالب ها امریکایی چا میده؟ قدرت سیاسی رو میده. و نظر من تحلیل من این است که در قدرت سیاسی بسیار چانس کم از داتس برشبغنی باشه. به دلیل چی؟ به دلیل از اینکه افغانستان خود ما باید نگران باید بشی نگران یک کشور اقوام مختلف هستیم. امریکایی ها با طالب ها توافق کرد که از نقطه نظر قوم پشتون ما میتونه که طالب ها بیان نماینده قوم پشتون باشن. در اینجا پس جای به داستان شبغنی نیست. یکانا فرصت را که ایجاد شاید بکنن در آینده 30% یا 25% یا 40% قدرت سیاسی را به قوام دیگر شاید برشان زمینه را مسائل بسازن که یک حکومت را ایجاد بکنن که در اونجا حساب رهبری در دست طالب ها خواهد بود به نظر من. آقای ځنډیدل، چی ضمانت وجود دارد؟ اگر گفتگوهای میان افغانی آغاز شود، مردم معامله نشود. به قول بعض شهروندان میگن که زیر نام دموکراسی ما معامله شدیم، حال زیر نام صلح معامله خواهد شد. چقدر این مسئله نگران کننده است؟ معامله شده، معامله در آغاز معامله است. ببینید وقتی که ما آیت 21 نفری ایجاد میکنیم و بعدا شورای عالی صلح ایجاد میکنیم، خودش زیر سوال است. قسمی که شما اول نهاد ایجاد نمیکنین، اشخاص استخدام میکنین. اول نهاد شورای مصالحه صلح ایجاد میشد، بعدا اونها اشخاص مذاکره کننده را ایجاد میکنن. ما چی کردیم؟ برعکس، اول اشخاص ایجاد کردیم، اشخاصی که نزدیک با حکومت باشه، بعدا شورای مصالحه صلح ایجاد میکنیم. بنان همه چیز برعکس میشه. این چرا میشه؟ تو سوال شد چرا میشه؟ به خاطر که وقت کشی باشه و مذاکرات بین طالب ها و حکومت یا مردم نتیجه نده، و اگر نتیجه بده دو سه سال چهار سال در بر بگیرد تا یک دوره حکومت بعدا تمام بشه، بعدا باز بیاییم مثلا پروسه یک سال را انجام بدیم. مشکل اساسی افغانستان چیه؟ به نقطه آخر میخوایم بسیار مهم است براتون بگم. در تاریخ افغانستان سیاسون به آینده کار نکردن، سیاسون برای نسل آینده کار نکردن. این معضله که امروز ما داریم شاید مشکل حل شود، مگر پنج سال بعد یک معضله دیگه ایجاد میشه. مشکل اساسی افغانستان قدرت است، قدرت و خود متد دولتداری. نظام که تغییر نکره ما به یک طرف یک ملت نمیریم. امروز جنگ 50 ساله افغانستان با نمیشه که با چهار تا بچه جوانه که هیچ تجربه نه افغانستان شناسی داره، نه منطقه شناسی داره، نه جهان شناسی داره، او میای مذاکره میکنه و میخواد که به طرف صلح بره. معضله افغانستان تنها معضله طالبان نیست، معضله منطقه، جهان و خود افغان است. ببینید پیش از اینکه ما به صلح بریم، بیاین اول باید دکتر صاحب اشرف غنی، دکتر صاحب رو بگین که اونا با خود صلح بکنن. و هنوز با خود صلح نکردن. و جنگ به این معنی است که یکی دیگر را میکشن. نمی ما این یک جنگ است که یکی دیگر را میکشن، خب به معنی است که یکی دیگر را نمیزنن. شما با اول با یکی دیگر صلح نمیکنین و شما میرین با جهان، منطقه و با طرف حواصل میکنین. منطق چی میگه؟ منطق مذاکره چی میگه؟ منطق مذاکره ای را میگه که اول شما ثبات داخلی داشته باشین. وقتی که شما ثبات داخلی داشته باشین، میتونین با مذاکره بیرونی ثبات، مثل ایران. ایران اگر ثبات داخلی نمیداشت، با کشورهای ابرقدرت دنیا، اروپا، چین، امریکا، روسیه نمیتونن مذاکره بسا بکنن. امروز ثبات داخلی ایران سببی شده که با بتوانمندی مذاکره با کشورهای ابرقدرت دنیا پیدا بکنن. ما ثبات داخلی نداریم. اگر کمک امریکایی یک بار بند شود، افغانستان صبح سقوط میکنه. بنان ما نه اینجا نه ثبات سیاسی داریم، نه ثبات اقتصادی داریم، نه ثبات اجتماعی داریم و نه ثبات رهبریت داریم. رهبرای ما هر 5 دقیقه، 4 دقیقه، 3 دقیقه تغییر میکنن. متوجه هستین؟ و این به سبب این میشه که از اینجا کسایی که منافع دارن، یعنی دلیل بحران افغانستان خود ماستی. بله، وقتی که ما میگیم افغانستان، خب ببینین حالا دکتر صاحب اشرف غنی و دکتر صاحب عبدالله خویا مشکل دارن بین خود یا ندارن؟ سیاسیون بین یکی دیگه مشکل دارن. شما میآید که انتخاب شده. بله. من استاد مذاکره که تدریس کردم، مثلا بسیار بالا تدریس کردم، سفیرا و وزیرا تدریس کردم. به خدا قسم مرا گریه گره به آیات که من دیدم. این آیات خب کسی نیست که بتونه برای تاثیر افغانستان برای تاثیر کنه. من نمیگم که اینا از سیاست دور شد. سیاست مدار سیاست خدا کنه. کسی که تخصص در مذاکره داره او بره مذاکره کنه تا منافع امی سیاسی رو در نظر گرفته شد، منافع ملت هم و تا اون منافع طالب هم. طالب هم هشت نباشه ما پس یک جای میشیم، شاید افغان هستیم یک جای شیم. اما بیاین ما که یک باش شویم، اگر صلح میخواییم به مقابل کشورهای منطقه و فراتر از منطقه یک صدا و یک آواز باشیم، که چونین نیست. وقتی که چونین نمی باشه، دیگرها ضعف شما استفاده میکنن. تشکر آقای ځنډیدل، دوباره به شما برمیگردیم.
خغلی شینواری تاسو ته نظر لري څنګه چې خغلی سنگدل دې اشاره وکړله چې کوم ځوانان چې په دغه لس کې ټاکل شوي یا هم دغه هیئت پلاوی ترکیب کې دي، طالبان دلیل څه دی چې دغه پلاوی ردوي؟ سنگدل صاحب په ټولو حقایقو ډېر ښه پوه شوی دی، ژوندی دی. د لس په ارتباط خبره وکړم چې دا لس خو په داخل کښې ډېر د اختلاف مورد ګرځېدلی دی، هېڅوک دا لس نه مني. حتی حزب اسلامي نن یو خبر مې داسې واورېده د خبرونه چې د حزب اسلامي غیرت وحید صاحب په دې جلسه کښې شرکت هم نه کاندي. نو دا لس دوی خپله جوړ کړی دی، ټول رهبران سره مخالف دي. که تاسو بېګاوې مې ورسنۍ سره وویله، دا مخالفت مریض دی، یعنې د لمر غوندې یو واضحه خبره ده. تاسو ورشئ خپل یوه خبره ولېږئ د یو ژورنالیست سره، دغه ټولو مشرانو نه پوښتنه وکړئ، هغوی به خپل مخالفت ښکاره کړي چې دا لس موږ سره مشوره نه ده شوې. خو ښاغلی شینواري، که چېرې دغه ترکیب د پلاوي ته نظر واچوو، د جهادي رهبرانو بچیان پکې دي، دولتي اشخاص پکې شته دی، یعنې څوک باید پکې ورزیات شي؟ دا خبره اصلا دا خبره نه ده. خبره په دې کښې ده چې رهبر وایي ما وپوښته، ما نه پوښتنه وکړه، چې پوښتنه دې رانه وکړله زه به یو سړی د خپل شېزر نه در معرفي کړم. زه پخوا جنګېدلی یم د طالبانو سره، او د طالبانو نظر هم همدا دی چې هغه ډلو سره کېږي چې پخوا سره جنګېدلی. یعنې طالب غواړي چې دغه د مرکچي پلاوي ترکیب خپله په خپله خوښه باندې وټاکي، هغو اشخاصو سره چې دوی خپله غواړي وګوري او جنګېدلي ورسره؟ خطا هم طالب دا نه غواړي. طالب وایي چې ما ته دې داسې هیئت مخې ته را شي، داسې هیئت سره مذاکره کوم چې سیاسي جریانونه په افغانستان کې د هغوی سره په تفاهم، د هغوی سره په مشورې دا هیئت تشکیل شوی دی. متاسفانه ارګ وایي چې مونږ مشوره کړې، او هر یو د دې نه ډاکټر صاحب عبدالله، دغسې حکمتیار صاحب، دغسې کرزی صاحب، نور در واخله دوستم و خلیلي و محقق و صلاح الدین رباني و دغه ټول د ریاست جمهوري نماندان، ټول نارضایتي د دې لس په مقابل کښې ښکاره کوي. دا خو د طالبانو وایي چې که دسې اختلاف وي په لس باندې زه داسې ډلې سره نه کښېنم، ځکه مشکل ورباندې نه حلېږي. هغه وایي داسې ډلې سره کښېنم چې مشکل حل شي او افغانستان کښې صلح تأمین شي، او دې سره دا صلح نه راځي. یعنې ښاغلی شینواري، آیا طالبان سوله غواړي په افغانستان کښې؟ هغه څه چې ډېر خلکو ته پوښتنې ور مسله والله زه خو زه نه پوهېږم چې دا سوال تاسو سره څنګه مطرح شوی. طالبان یقینا صلحه غواړي، هېڅ شک په دې کښې نه شته دی، اما دایمي صلحه، باعزته صلحه چې بیا وروسته یو ګوره تجدید نه وي د صحنې نه او د مذاکراتو نه. خو حکومت نیوکه کوي چې دوی په یوه پلمه او بله پلمه باندې بین الافغاني مذاکرات ځنډوي، یعنې حکومت وایي که چیرې سوله غواړي راج شي او خپل وړاندیزونه دې موږ ته وړاندې کړي او د مذاکراتو لړۍ دې پیل کړي، یعنې خپل هغه څه چې خپل منځي خبرې دي. نو خو وړاندیز دې نو څه شوي، ټوله دنیا خبره ده، امریکا هلته موافقه کړې، د ټولو بین المللي ناظرینو په مخ کښې امضا کړې. اوله پوښتنه همدا ده چې 5000 بندیان خوشي کړه. اوس خو دوی خو غوږونه لري، سترګې لري، خبرې خو اوري که نه؟ نو او کومه پرومی پوهېږي، کومه سوای پوهېږي، پښتو ورته ویل کېږي. په انګلیسي کښې به الحمدلله چې د پښتو فارسي نه خو په انګلیسي کښې ډېر مهارت لري، هغې چې سره غلطي نه کړه او پښتو کښې پښتو لغات هم مقدم وروسته کوي. نو دا خو واضح خبره ده. نو دې کښې ولې لی په لحال کړه، بندیان دې خوشي کړي، د سي بین الافغاني مذاکرات او على الفور د صلحې مسله او صلح اوربند تعمیل په ټول افغانستان. ډېر مننه شینواري صاحب، بیا بیا هم تاسو ته درګرځو. آقای سنگدل، قسمه که هیئت رهبر گفتگو کننده سال بیشتر انتقادات شما هم داشتین که بیشتر جوانان هستند، یعنی چی کسان باید بیشتر باشن؟ اگر نظر بیاندازیم به این لست، افراد یعنی پسران اشخاص جهادی یا هم اشخاص دولتی در این لست شامل هستند، پس چی کسان دیگری در این لست شامل شود به نظر شما؟ یا چقدر بیشتر مشوره بیشتر به این لست صورت بگیره؟ ما خودم جوان هستم، من خلاف جوان نیستم، اما جوان با دانش و توانمند و خلاق هر زمان بیا مشکل ندارم. بیا این خیلی مشکل تحلیل میکنیم، امی کسانی که با طالب ها مذاکرات کی بودن؟ خلیلزاد بود یا یک امریکایی بود؟ خلیلزاد که پیدایش یا افغان امریکایی بود.
چرا آمریکایی‌ها این را انتخاب کردن؟ چرا اگر آمریکایی اصل انتخاب نکرد، یعنی آمریکایی اوریجینال که از اوریجین با حساب باشه، به خاطر ازی خلیلزاد را انتخاب کردن که خلیلزاد شناسایی از افغانستان، منطقه و جهان داشت و او میتوانست خوب منافع آمریکا را مذاکره کنه و دفاع بکنه. بنان وقتی که آقای خلیلزاد انتخاب شد، آقای خلیلزاد طرح خود را برای جمهور ترامپ پیشنهاد کرد که در او طرح سه فاکتور مد نظر گرفته بود. یک فاکتور منابع بشری که وزارت داشت، دو فاکتور لوجستیکی، سه منابع مالی. و طرح خود را که بعد رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد کرد، رئیس جمهور ترامپ اوکی کرد و آقای خلیلزاد خودش اشخاص انتخاب کرد که جوابگوی همین مذاکره داشته باشد، نه اینکه آقای ترامپ به زور بچه این و هان و قماندان این و هان را معرفی کرده باشد. بیاین خیلی بگویم چی باید بشه. میکانیزم مذاکره ای است که در نخست یک نهاد باصلاحیت، ببینید من تاکید میکنم باصلاحیت، که اونا میگن شورای عالی صلح. این شورای عالی صلح ایجاد باید میشد. در این شورای عالی صلح تمام اشخاص درجه اول کشور و کسانی که تخصص دارند زیر یک چتر جمع میشدن و اینها صحبت میکنند که کدام میکانیزم های مذاکره صلح را ما شناسایی میکنیم. تمام سیاسی افغانستان بنان زمانی که ما استراتژی که مذاکره را ایجاد کردیم، خواست های خود شناسایی کرده بودیم، بعد از همین 70 60 50 100 نفر که هستند، از بین خود 7 نفر یا 8 نفر را انتخاب میکردن و خودشان به یک کنفرانس مطبوعاتی میگرفتن. طالب ها را میگن اینا اینی مذاکره هم شمول است، اینا 100 نفر سیاسیون گلبودین است، دوستم است، محقق است، خلیلی است، اشرفغنی است، کرزی است، سیاف است، همگی است. اینمی 7 نفر متخصص نماینده افغانستان است. بعد از او طالب گفته نمیتونست که کی را میخواد کی نمیخواد، به خاطر که ما آیت امشمول افغانستان او را تصمیم گرفت، سیاسون افغانستان، متخصصین افغانستان را انتخاب کرد. پس اینجا ما دروازه امو گله طالب ها را بند کردیم. بعد چی میشد؟ بعد این متخصصین میرفت از منافع امی سیاسون، منافع سیاسیشان، اقتصادیشان، اجتماعیشان، فکر دموکراسیشان و مقابل طالب ها، منطقه و جهان مذاکره میکرد. در رقیب یک نفر ما میتونستیم تیم ها و بکاپ های 5 نفری 4 نفری در مسائل حقوق زن، حالا شما نمیشه که مثلا بگوین که باید امو منافع اطفال چطور میشه، یک بچه طفل 5 ساله را معرفی کنه که بره مذاکره کنه و از منافع دفاع کنه، یا مثلا ما خانم ها را معرفی کنیم که بره از حقوق خانم ها دفاع کنه. آیا این خانم توانمندی داره یا نداره؟ صرف به خاطر اینکه بره از خانم دفاع بکنه ما یک خانم انتخاب کردیم، به این معنی نیست که خانم بتونه حق خوبتر خانم دفاع کنم. میتونه یک متخصص که در مسائل حقوق خانم میفهمه در چارچوب دین مقدس اسلام بره دفاع بکنم. بنان این همش فقط یک تشریحی است که ما صلح نمیخوایم، ما صلح را جنجالی میخوایم بزنیم، ما نمیخوایم که اشخاص متخصص بیاد و به حساب بیان پروسه صلح مذاکره کنه. پیشتر شما یعنی شما بگید حکومت خودش پروسه را سپوتاج میکنه و صلح نمیخواد. حالا ببینید ما مدت یک ماه که بیش از 100 نامه با دکتر صاحب اشرفغنی و دکتر صاحب درای ارسال کردیم و بهشون گفتیم که ما یک طرح را ایجاد کردیم بعد از 4 سال تحقیق که میتونه در بین 10 روز صلح و ثبات در افغانستان بیاره. ما یک جواب نگرفتم. به خاطر چی جواب نگرفت؟ به خاطر اینکه اینها میفهمن که طرح ما طرح ملی است، طرح سیاسی نیست. به طور مثال شما پیشتر سوال کردین از شورای صاحب که کی زیادتر نیازمند صلح است، آیا طالبان یا ما؟ بله ما هستیم، چون ما 30 میلیون نفوس یا 35 میلیون نفوس به طرف ما سعی میکنم، ما از طالب ها که نیازمند صلح هستیم. به طور مثال میگیریم، یک مثال دیگه میدیم. ببینیم در امی افغانستان شهر کابل ما اکثریت سیاسیون اسبق طالب ها را داریم و جمهوری مثلا شنواری وارد شنواری سای وارد، چرا از اینا استفاده نمیشه که یک میانجیگری بکنن؟ در مذاکره وقت اختلافات وجود نمیشه شما از بعضی میانجیگرا میتونید استفاده. آیا ما می کار را کردیم که 8 9 نفر طالب سابقه که در پوزیشن های خوب کار کردن که اینا را دعوت کنیم بگیم ما برادر بیا راس اورو را موس اورو رو بیا بین ما شما یک میانجیگری کنیم؟ نکردیم. پس ثابت میشه که ما قدرت میخواهیم، صلح را نمیخواهیم. وقتی که صلح را نمیخواهیم وقت کشی میکنیم و اشخاص را میریم که به جای به طرف صلح ما را بره ما را صلح دور میسازه و این سبب از میشه که چون اشخاص شما ببینید پیش از اینکه نهاد جوش ما اشخاص استفاده کردیم، ما
تعجب کردم به چنین استراتژیک میکانیزم های مذاکره که این روش مذاکره نیست، این روش وقت کشی است. تشکر آقای سنگدل، دوباره به شما برمیگردیم. قدر منیدونکو یه ولنده ده ملا رو بیا هم لمکسر اوسی. د خبرونه دوام ته بیا هم خرخ لست، لکه څنګه چې د طالب زندانیانو خوشې کېدل یو ځل بیا ځنډیدلې دي. د ټاکل شوي وه چې طالب زندانیان خوشې کول د سې شنبې پر ورځ پیل شي، خو ملي امنیت شورا ویلي چې سبا به د طالبانو زندانیان خوشې کول پیل نه شي. ملي امنیت شورا وایي چې په دې هکله ډیرو تخنیکي خبرو ته اړتیا شته دی چې لپاره یې یو طالب پلاوی کابل ته راشي. بیا هم پر همدغو موضوعاتو باندې بحث لرو. ښاغلی شینوري، که فرض پر دې وکړو چې حکومت او طالبان توافق ته ورسیږي په سوله باندې، نوعیت د نظام د طالبانو له حاکمیت وروسته هغه څه چې طالبان یې غواړي څه به وي؟ یعنې څه ډول یو نظام به طالبان غواړي؟ کله چې بینالافغاني مذاکرات شروع شي او اوله مسئله او موضوع چې ورباندې بحث کېږي د اوربند مسئله به وي، او اوربند په ټول افغانستان کې قایمي شي، بیا به د نظام، البته دولت به اسلامي وي، نظام به اسلامي وي، ولیکن عنوان باندې به بیا خپل افغانان په بین افغاني مذاکراتو کښې ورباندې بحث وکړه. دي هر عنوان چې افغانانو تایید کړه هماغه به د هغه نظام عنوان وي. یعنې ښاغلی شینوري، اوسنی نظام څه مشکل لري؟ اوسنی نظام مشکل لري، دا د جمهوري کلمه او د اسلامي کلمه چې دواړه څنګ په څنګ باندې پراته دي، دغه دوه نومونه هم څنګ په څنګ په خپل منځ کښې تضاد لري، د مفهوم په لحاظ، د محتوا په لحاظ باندې. نو هغه اوس یې د تشریح وخت نه شي چې زه تاسو ته تشریح درکړم. یو څه که رڼا په یې واچوئ. یوه رڼا په انتخاباتو کښې جمهوري فرد فرد رایه غواړي، د فرد فرد رایه غواړي، اما اسلامي نظام د نخبګانو رایه غواړي. دا پر عمومي انتخابات غواړي، هغه په خواصو کښې انتخابات غواړي. دا یو تفاوت چې اضافه د دې نه د دویم وخت مساعد دی. ښاغلی شینوري، که چېرې یوه پوښتنه د یوې ښځې خبرنګارې په توګه له تاسو څخه وکړم، آیا که چېرې طالبان له حکومت سره توافق ته ورسیږي، زندانیان بالاخره خوشې شي، خپل منځیو خبرې پیل شي او بالاخره سوله راشي، آیا طالبان موافقه دي چې راشم په رسنیو کښې بیا کار وکړم؟ ځکه هغه څه چې دوی په مختلط محیط کښې کار کول نه غواړي. یاره که بې آرایشه راشي، بې ساز و سینګاره راشي، خو طالبان هېڅ مخالفت درسره نه لري. هغه څه چې د افغان ښځو یوه سره کرښه ده کار کول په ټوله کښې، یعنې طالبان دا نه مني؟ د طالبانو سره کرښه آرایش دی، ساز و سینګار دی، کار کول یې سره کرښه نه ده. ډېره مننه. بیا هم تاسو ته دا ګرځو آقای سنگدل، قسمه که آقای شینوری گفتن که تعریف از حکومت اسلامی به نظر شما چی بوده میتونه؟ مثلا تعریف مشخصی که یا گفتن دو کلمه یا جمهوری و اسلامی با هم در تضاد است. ببینین مشکل در نام نیست، مشکل در عمل است. آه. شما اگر یک کشور اسلامی داشته باشین و در کشورتان اسلام رعایت نشه، بسا باز مشکل داره. یا اگر جمهوری بگیرید شما، جمهوریت رعایت نشه، باز مشکل داره. مشکل سیاسی افغانستان در نام نیست، مشکل سیاسی افغانستان در عمل است. حرف تا عمل بسیار فرق میکنه. شما اگر بیانیه می تمام کاندیدای رئیس جمهوری ببینید، چی حرفای زیبایی زدن و در عمل کامدن هیچ کار نکردن. بنام ما فکر میکنم اگر ما حالا امروز آماده از این نیستیم، خوارای خود، مادرای خود، خانمای خود، بسا ما به می قسم کال بسا جیران یا در گذشته جان بسا در یک سال حساب زندگی کنیم، مشکل نیست. تغییر میدیم نظام تا قسمی که تا زمانی که ما آماده شیم و دنیا را ترک بکنیم. عربستان سعودی یک کشور اسلامی است، امارات یک کشور اسلامی است، اکثر اندونزی یک کشور اسلامی، اکثریت کشورهای اسلامی را شما ببینید مستثنا ما هم رفتار میکنیم. آیا این حکومت غیر اسلامی است آقای سنگدل؟ نه خیر، حرف در تحلیل است. همین تحلیل های مختلف مشکلات ایجاد میکنند. ببینید اگر شما امروز 100 نفر برادر و خواهرتان در روز از جان شینیشان دست بده، آیا این مهم است یا این مهم است که ما خواهر خود بگیم خیر به 10 سال یا 15 سال تا ما زمانی که درک کنیم، جهان را درک کنیم، شما به یک شیوه متفاوتر بید؟ بله. ایران ببینید، ایران کشور اسلامی است، همچنان چادرها خود خانم ها دستر میکنن، درایف میکنن، خبر میگن، کار میکنن، رئیس هستن، معین هست، وزیر هستن. ما مشکل ما در نام نیست،
مشکل ما در عمل است که ما افغان ها زبان یک چیز بگیم عمل دیگه چیز داریم. اگر همین چیزی که در زبان میگیم ما 20% شو تطبیق بکنیم، مشکلات درونی حل میشه. مشکل اساسی افغانستان این است که ما توانمندی تحلیل نداریم. سطح دانش بسیار پایان است. شما ببینید، من میره براتون بیشتر مثال دادم، همی اکثریت طالب ها که امروز به مقابل مردم خود، به مقابل بساب دین خود یا به مقابل ملت خود می جنگم، شاید یک تعدادش بساب بسیار محدودش بساب بیره بساب سطح دانش تحصیلی بالا داشته باشد، یک ایده زیادترش ندارد. بنان چی میشه؟ مکلف کی است؟ مکلف کسی که زمینه را مساعد بسازد تا فرزندای خود خوب است یا خراب است از خود دور نسازد. وقتی که فرزندایتون شما دور میشه، دیگرها شما استفاده میکنند. امروز منطقه و جهان 50 سال است که ما را میکشن، جانهای عزیز ما را دست ما میگیره و سر خود ما میکشه برای منافع دیگرها. ببینین جنگ با طالب اردوی ملی امروز که است به خاطر چی است؟ به خاطر منافع افغانستان نیست. آقای سنگدل، در عدم تعریف مشخص از حکومت اسلامی، آیا میتونه که به نحو اعمال خواسته ها و ذهنیت فردی طالبان بالای شهروندان باشه؟ ببینید، ما یک کشور اسلامی بودیم، هستیم و خواهد بودیم. الحمدلله همه ما مسلمان هستیم، در خانواده مسلمان پیدا شدیم، پایین وقت نظام نماز هم میخونیم، از دین اسلام از هر کشور دیگه که آگاهی زیادتر داریم. من فکر میکنم که او طالب طالب دیروز نیست. بله، او طالب هم تغییر کرد. اگر تغییر نمیکرد، به این شیوه خوب مذاکره با یک کشور اول قدرت دنیا 18 ماه مذاکره نمیکرد. این کسایی است که میگن میگه چین و چرا، یا منافع خودشان زیر سوال است. بنان اگر او طالب مشکل دارم، من رئیس استاد چی میکنم؟ آیا من طالب بد میگم یا من میگم نه، بیا این بدی است، این خوبی است تا اصلاحی به وجود بیاد؟ یعنی ذهنیتشان طالبان قرن 20 یا نه، گرایش به قرن 21 هم داره. من فکر میکنم که امروز نه تنها طالب ها بلکه تمام جهان، به خصوص مشکلات اخیر که آمد، ببینن که همو آگاهی دنیا را یکقدر بالا برده که چه نداره. و فکر میکنم که طالب ها و طالب های دیروز نیست. و اگر او طالب های دیروز باشه چی میشن؟ اگر طالب های دیروز باشه، خودشان سرنگون میشن، خودشان به سر و به پای میشن. این ملت هم ملت دیروز نیست که هر چیز هر کس کرد او رو ما بپذیریم. بنان چیزی که در چارچوب دین مقدس اسلام است، او به حساب مسائل حقوق بشر است، احترام به زن خانم است، احترام به اطفال است، احترام به مقدس دین اسلام است. او که مرور باشه هیچ مشکل نیست. اگر باز طالب بیاید که باز به مو مشکلات دیروز ایجاد بکنه، که شاید ما اون وقت نمیفهمیم، اما دیروز هم که انجام میداد شاید نمیفهمیم. و امروز شما خودتون تحلیل بکنید، طالب ها چطور خوب مذاکره کردن؟ به این معنی است که طالب دیروز نیست. بیاییم ما در خود تغییر بیاییم و همه چیز نگاتیو نبینیم. بیاییم همه ما نزدیک شه. فاصله طالب ها، فاصله سیاسون، فاصله دولت از مردم به نفع کشورهای رقیب بشه. منسجم شدن ما، یک جا بودن ما، اتفاق در میگم خدا میگه اتفاق نور خداست. باید ما شما یک جا شویم. وقتی که ما یک جا میشیم، از نقطه نظر لیدرشیپ، رهبریت، قوت ما چندین تن میشه. به طور مثال اگر شما ببینید یک جمع یک چند است، شاید از نگاه سنتیفیک ریاضی دو بگیم، اما از نگاه رهبریت او را 11 میگیم، به خاطر که ما منسجم میشیم. بنان در دین خود، در دین مقدس اسلام، همین به اتفاقی را بساب گفته که ضرر به رشد ترقی است. زمانی که ما به اتفاق میشیم، منفعتش دیگران میگیرد. بنار ما یعنی مطمئن هستین آقای سنگدل که زمانی که طالبان به حاکمیت برسن یا به قدرت برسن، با ریش تراشیده و با نکتایی با چونی وضعیت به دفتر برین یا به وظیفه؟ خب ببینیم، نکتایی مرا اگر امروز طالبان بگیرن که نکتایی دادن شما بکشین، با پرنتمون بین و ریش دلمه قایبانی، من مشکل ندارم. من مشکل من است که 100 نفر جوان ما او روزانه زندگی جد است دارم. من مشکل من است که از اون طرف صدا طالب دیگه به اینان کشته نشه. من مشکل من است که خوار مادر ما در ولایت و ولسوالی ما در مکتب زمینه مسائل بهشون درس نیست. ما مشکل اقتصادی داریم، مشکل در قیافه نیست. یعنی پس به عقب بگردیم، آزادی فردی باید حفظ نشه؟ بله شوه، چرا نشه؟ اگر ریش ماندن ما سبب ازی میشه که صدها جوان از بین نرم، ما فردا میمونم. تشکر آقای سنگدل، دوباره با شما برمیگردیم. خاقل شینواری، اوس
که وضعیت هم داسی دوام وکړي یا مثلا فکر کوي هغه څه چې د خلکو غوښتنې دي یا مثلا طالبان تمکین پرې ونه کړي د دوی غوښتنو ته هغه څه چې کار کول دي په مختلط محیط کې یا هغه څه چې مخکې تاسې اشاره ورته کړه څوک به شاتګ وکړي څوک به له خپلو ډېرو غوښتنو څخه تیر شي یا طالبان به تمکین وکړي د ښځو غوښتنو ته طالبان هر هغه شي ته تمکین کاندي او هر هغه خبره مني چې هغه د اسلامي د احکامو زموږ د افغاني روایاتو سره برابر وي تمکین هم که او مني یې او عملي کوي به یې په افغانستان کې خو دا چې مثلا زما د لکه مخکې چې سندل صاحب اشاره وکړله زه خو والا د وظایفو ته د ارایش سره ځم او که د ارایش نه مې څوک منع کېږي خدای دې وکړه چې ټول افغانستان دې په جنګ کې طلب شي او له منځه دې لاړ شي او قتل عام دې شي نه یوازې د آرایش مثلا نه مثلا په مختلط نظام کې کار کول یا په یو ښوونځي کې د نجونو او هلکانو د زده کړه یا هم په پوهنتون کې دغه مسایل اوس دا مختلط نظام په غیر دې نه چې فساد اخلاقي رامنځته کړي خو بلې نتیجه نشته خو دا پوهنتون ما هم مستفیده کړه د شلم قرن هم سړی ما او د یویشتم هم یم د شلم قرن حالات هم راته معلوم دي د یویشتم هم راته معلوم دي کوم تغییر خو پکې نه دی راغلی هماغه پوهنتونونه دي او هماغه شکل دی د دې نه خو لا د کمونستانو په ابتدا کې د داغستان په وخت کې او د ظاهرشاه په وخت کې خو لا ډېر ښځې مثلا په یو بل حالت کې وي مختلط نظام کې غیر اخلاقي فساد نه خو ما په پوهنتون کې بل شی نه دی لیدلی دا د زړه دې درته وایم معنا دې درته وایم نو موږ باید اخلاقي فساد ته د پای ټکی کېږي چې دا مملکت رشتو کاندي و سائنسان کی بنو او چې کی بنو درسونه را نه پاتې تعلیم را نه پاتې هغه مساوګانو ته دی متوجې چې موږ د زکو د ګروپا مساوات علمت شو درایتن شو خو اول کې د بدني او سازګارو یو ارایش چې جوړي نو که مملکت تباهي پروانه کړي نو مطلب دا دی چې موږ او تاسو ټول دغه ته متوجې شو چې دا قتل قتال ختم شي موږ متوجې دي ته یو نیکتایي شکه نشته ګیره شکه نشته لفسیری شکه نشته دې ته نو ګورو چې ولس سبا شو ورک شو ټول قتل عام شو یقینا مخکې اشاره وشولې څنګه صاحب اشاره درلودلې دو درې میلیونه کسان په کوټرو ځوانان اخته شو په میلیونو قتل عام شو دغه څه په نورو مسائلو باندې بوختي بیکاري ده ځوان قشر دې ملت سبا شو ښاغلی شینواري یعنی د طالبان د حاکمیت په درو کې ښځې نه پوهنتونونه تللې نه ښوونځی ته یعنی په کورې ناسوې څومره اقتصادي پرمختګ مو درلود او تاسو وګورئ هلته موږ د ټولې دنیا د پاره محاصره وو حتی دغه تیارې چې عبور کاندي په فضا د افغانستان باندې دغه پیسې یې په موږ باندې بندې کړې وې نه راکولې دغه تعلیم او تربیې وزارت او تحصیلات عالي نه تاسو پوښتنه وکړئ چې څو زره میلیونه ډالره په دې تعلیم او تربیې او په دغه پوهنتونونو باندې مصرف شوي چې دا بیا راغور شوي دا پیسې چېرته وې طالبانو سره دا پوهنتون ټول کډواله وو بل ځای نه وو د ترمیم پیسې نه وې د هغه سره د امارت اسلامي سره نو په هغه وخت کې دا تعلیمات چېرته کېدل ظروف چېرته مساعد وو امکانات چېرته وو اوس چې دغه راغلل زه یو خبره تاسو وکړم امریکایانو چې د غرب نه کوم کسان راوستل او دوی ته یې په حاکمیت کړل تاسو ما وروکې چې دا امریکایان یې په شرمونو وشرموه هم په ملي سطحه هم په منطقوي سطحه هم په بین المللي سطحه اوس امریکایان پوه شوي چې د دوی په څنګ کې بدنام شو اما د طالبانو په څنګ کې موږ بېرته نکلامېږو دې حقیقت امریکایانو سره رسېږي ښاغلی شینواري اوس کرا شو دي چې د طالبانو او امریکا مذاکرات او یا خبرو تقریبا لس میاشتې په بر کې ونیولې د حکومت سره به د دې مذاکرات څومره زمانګیری وي دغه مسایل ته په اشاره سره چې موږ تاسو تر اوسه پرې باندې بحث وکړ هغه به ډیر زمانګیری وو او کدا به ډیر زمانګیری او پیچلی وي او د حکومت جهاد تاسو ویل تعبیر د سره حکومت جهاد دا د ټول چې طالبان ته حکومت سره د حکومت د جهاد په هیڅ باندې قطعا خبر او حاضر نه دي بلکې یو بین الافغاني مذاکرات چې ټول مشران د افغاني ادرس نه او د شخصي ادرس نه سره کینی لکه چې په کوم کې کېنا په افغاني هغه بدنامه جلسه د کوم کې سره تاسو یعنی حکومت یو برخه وي رهبری د حکومت پر غاړه نه وي همداسي نه یو برخه عام داسې یو برخوي رهبري په غاړه نه وي رهبري د حکومت په داخل کې څوک سره نه مني چې ټوټه ټوټه یې کې د دې دولت د ارګ رهبري په دې مذاکراتو کې نه مني نه عبدالله مني نه کرزی صاحب مني همدا په څه ورځ موږ نه په پخوا واخیست ښاغلی شینواري که غواړم یو بله پوښتنه وکړم هغه ده چې د طالبانو ستونزه له دې نظام سره ده او که دغه رهبرۍ سره
نه نظام برا اگر نظام دا معنا که ریاست جمهوری نظام دا معنا چه معاونین و تشکیلات دا نظام ولایات و والیان و دا چه مرزا کابینه و سر محکمه و پارلمان دا نظام سر معاینده با نظام داری و نظام که پا افراد و که پا اشخاص و که بسر تغییرات رسی صالح اشخاص دس اشخاص که آغا مورد تایید دی ملت افغانستان وی او غیر اشتیا مخلص وی متخصص وی او دی افغانستان رس غواری چور پکی نوی چپاول نوی رشوت نوی غلا نوی اختطاف نوی غصد دزبک نوی یو اشار اشفر میلیون جنی بزبکر پا دی نظام که بزبک شوی در غاصب نوی مختلف نوی ماشوم نوی اختطاف نوی ناسی پکی نوی دقیق یو خلق واری چی پا دی نظام که دغه ستونزو ته په کتو سره چې اوس د ننه په حکومت کې سیاسي تنشونه روان دي او دوی طالبان ملامتوي چې طالبان یو ډول پلمه لټوي فکر کوي چې په ډېر لنډ وخت کې به افغانستان سوله تجربه کړي او که طالبان پلمه لټوي خو دا پلمه د دې ختمه کړي که نه نو د طالبان په لاس کښې د هېڅ داسې وسله په لاس کښې نه ورکوي چې دوی ورباندې تهدید کړي که د دوی اختلاف پلمه وي د طالبانو په لاس کښې خو سبا د ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر عبدالله دا دوه ډاکټران کښېني او اختلافات رفع کړي او په یو لارې د سره روان شي په تشکیلاتو د دولت د متفق شي او بیا دې ووایي که بیا طالبانو خبره کوله د داخلي اختلافات نو به ووایي چې طالبان اوس د حقیقت نه خلاف هغه د پلمې لټوي خو دلته واقعیت دی عینیت دی چې هغه د تاسو رسنۍ یاست زمونږ تاسو ډېر معلومات لري چې ډېر وایي ډېره مننه ښاغلی شینواري آقای سنگدل با چنین وضعیت با چنین تنش های سیاسی درون حکومتی آیا پروسه صلح یا قضیه صلح افغانستان با کجا ختم خواهد شد؟ حال شما جوابتون یک تجربه خودم را شما میخوام شریک بکنم در عربستان سعودی بعضی از استادای دانشگاه ما که بیرن تدریس میکنن به خانم ها در سنوف که خانم ها هست پیششون یک پرده است استادای ما حق نداره که خانم ها را ببینن ببینید هدف اگر از کسب حلم باشه تا زمانی که ما آماده شیم به جهانی شدن میتونیم به هر شیوه که باشه خود برسانیم و میخوایم که تاکید از حقوق شهروندان افغانستان به خصوص خانم ها طالب ها در مقابل جامعه جهانی تعهدات دادن کمک های از اونا تقاضا کردن اونا کار نمیکنن که روابط طالب ها را با جهان متضرر رسانند بنا من نگران از این ندارم که شیوه دولتداری چیه من نگران از این دارم که ما چطور به صلح برسیم بله و راجع به سوال شما که تنش های کنونی تنش های کنونی در کشور نه تنها که سبب شاید از چالش به چالش کشیدن این سیاسی باشه بلکه پروسه صلح و دستاوردهای 20 ساله افغانستان را زیر سوال میبرند بنا در اینجا پیش از اینکه جناب دکتر صاحب عبدالله دکتر صاحب اشرف غنی آماده از ایشان که با طالب ها و مذاکره اشخاص ارسال کنند منطق امیر میگن که بین خود بشینن نه برای منافع قدرت بلکه برای تاریخ ببینید وقتی که ما زمان برای تاریخ میگم به معنای ازی است که برای نسل آینده باید کار شد و این چطور میشه؟ برای نسل آینده ای میشه که ما پیش هزی که برای معضلات یا مشکلات راه حل بسنجیم اول درک کنیم که ما چرا مشکل داریم مشکلات که درک کرده ما مطابق مشکلات دیرینه خود ما راه حل پیشنهاد بکنیم مشکل اساسی ما در تغییر نظام است تا زمانی که نظام سیاسی تغییر نکنه و تمام اقوام مختلف افغانستان خود را در نظام نبینه این معضله ادامه پیدا میکنه و تاریخ همین را میگه که 50 سال پیش این معضله بود و اگر چنین تغییرات ایجاد نشه توسط سیاسیونی که در قدرت فعلا هستن نه تنها که ما به طرف یک ملت شده میریم حتی احتمال داره که افغانستان به طرف تجزیه بره چیزی که خواست بعضی کشورهای منطقه هم است بنان هلم دانش یعنی کشورهای منطقه از این فرصت استفاده میکنن بالاخره خب ببینید وقتی که شما با این نزدیک میشن خب پاکستان خود به خود میگه که شما منافع پاکستان رو زیر سوال میبرید خب حالا بیشتر بازی به طرف کی رقم خورده مثلا امروز به نفع پاکستان است به نفع امریکا است به ضرر افغانستان است و همچنان به نفع عربستان سعودی است به خاطر که اختلافات درونی ما همه چیز پاشیده کرده بله اما ما نمیفهمیم که چی میخواهیم ما
شما منایس یک خبرنگار ژورنالیست عمل خود شما حیران مونه که در کشور چی میگذره. ما اهداف مهم نیست که ما به طرف کجا میریم و به طرف چی میریم و چی را میخوایم اصول بکنیم و چطور اون امی استراتژی که ما ایجاد کردیم اون را اصول بکنیم. کی در راس قرار داره، کی به حساب مشوره میده، کی به حساب کمک میکنه، کی خطرات شناسایی میکنه. با حرف دیگر که بگویم ما دانش سیاسی در افغانستان نداریم متاسفانه. دانش سیاسی امر میکنه، ببینید دانش سیاسی امر میکنه که سیاستمدار سیاست بکنه، امام بحث مسائل دینی خود بشه بره، استاد کار استادی بکنه، اقتصاددان کار اقتصاددانی خود بکنه، معلم کار خود بکنه، نهادهای انستیتوشنال های تحقیق و علم از تحقیق ارزیابی کنن که راههای حل برای کشور پیشنهاد بکنن. تمام اشخاصی که میتونه موثر تمام شود در پروسه صلح، اونا در پروسه صلح نیستن. تشکر آقای سنگدل. در پروسه صلح اگر برن برای افغانستان مذاکره نمیکنن، برای اقتدار سیاسی خود میخواین مذاکره کنن تا طالب ها را و امریکا را قناعت بده که یک در یک بخش قدرت سیاسی آینده افغانستان باشه و این دوباره تنش ها را ایجاد میکنه در آینده بدون از اینکه ما شما به طرف پروسه صلح بریم. تشکر آقای سنگدل. تشکر خغلی جلال الدین شینواری لته از خم ډیره مننه. قدر من الدون کوسول نشوخ پرونه پام دی زی پای تورز دلمتیمو مننه.